سلام به همه دوستان عزیز، من رستانم. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از رازهای رزیدنت ایویل. و این سری رفتیم سراغ جدیدترین نسخه سری بازی رزیدنت ایویل، یعنی رزیدنت ایویل ویلیج یا 8. خب این بازی خیلی بازی موفقی بود، کاندید گرفتن بهترین بازی سالم شد، ولی خب این جایزه رو نبرد، ولی خیلی زیادی بازی فروش کرد و برای یه شرکت کپکام یه نوع موفقیت حساب میشد و بازی به صورت اول شخص و یه طورایی بازی خیلی زیاد داخلش اومده تقلید کرده از اون رزیدنت ایویل افسانه، یا رزیدنت ایویل 4. خب خیلی هم موفق بوده. چرا تو میگم تقلید کرده؟ تو ادامه ای ویدیو بهتون میگم. و امروز میخوام راجع به ایسترگ هایی که در مورد بازی رزیدنت ایویل 8 هست رو بهتون بگم. بعضیاش شاید بدونید، ولی بعضیاش رو مطمئنم که نمیدونید. و همین الان یک هشدار اسپویل بهتون میدم که این ویدیو قرار حسابی بازی رزیدنت ایویل 8 رو اسپویل کنه، پس اگه هنوز بازیش نکردید برید اول بازی رو کامل بازی بکنید، این ویدیو رو ببینید. فقط قبلش کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید که نزدیک 3000 تا سابسکرایبیم، و اگه اینستاگرام دارید در اینستاگرام پیج رساندادچر رو فالو کنید. بدون وقفه بریم که ایسترگای بازی رزیدنت ایویل 8 رو بهتون بگم. بوس به دماغ تک تکتون، بریم توی ویدیو. 10 تا ایسترگ آماده کردم و بهتون گفتم بعضیاشو شاید بدونید بعضیاشو نه. خب از ایسترگ شماره 1 شروع بکنیم. شکار. شما داخل این بازی میتونید شکار بکنید. خب شاید خیلیا نمیدونستن که شما داخل این بازی میتونید یک سری حیوان رو شکار بکنید، ولی به چه درد بخورن. شما وقتی به اون مرد خیلی چاق یا همون دوک وقتی میرسید که یه دونه شاپ داره، وقتی میرسید میتونید این شکارهایی که انجام دادید، یعنی همون گوشت هایی که جمع کردید، میتونید بدید به دوک و دوک برای شما غذا درست کنه، باعث میشه که مقدار جون شما بیشتر بشه. و خب توی روند بازی بخصوص توی دیفیکالتی هارد خیلی خیلی زیاد تأثیر میذاره. ایسترگ شماره 2 مربوط به ارتقاء سلاح هاست. خب داخل بازی شما میتونید سلاح ها رو ارتقا بدید که خیلی چیز جالبیه. یعنی کلا ایسترگ 1 و ایسترگ 2 رو خیلی زیاد اومدن از ایدهش رو از خود رزیدنت ایویل 4 گرفتن. و خب خیلی اوکی، و میگی خب اوکی من دارم سلاح ها رو ارتقا میدم، ولی فقط به این قضیه تمام نمیشه. شما اگه روی مود فکر کنم نرمال، هارد رو من تست نکردم ولی نرمال جواب میده، بتونید که از سلاح ها که مربوط پیستول رو کامل ارتقا بدید، یعنی فول ارتقا باشه، وقتی بازی یه بار تمام کنید و میخواید یه بار دیگه بازی بکنید، میبینید که سلاح شما بی نهایت شده و تیر بی نهایت داره. و خب خیلی جوابه، و شما برای اینکه بتونید تیر بی نهایت به دست بیارید، کافی اون سلاح رو روی مود نرمال و هارد فول آپدیتش کنید. ایسترگ شماره 3 خیلی جالبه، کتاب درون قفسه. خب اول بازی اگه یادتون باشه، ایتن وینترز به همراه میاد توی خونه شونه که یه بچه کوچیک هم دارن، که تو بچه کوچیک هم روزماریه، یعنی روز دیگه، یعنی کامل اسمش میاد. خیلی ها خب نمیرن توی خونه بگردن اول بازی دیگه، خیلی دوست دارن سریع بره جلو. ولی اگه یه مقدار داخل این خونه شما یه چرخی بزنید، یه کتابخونه پیدا میکنید که توی این کتابخونه کتابی رو شما پیدا میکنید که مربوط به جوزف کندو. حالا جوزف کندو کیه؟ کتاب اول مربوط به خب راجب سلاح و ترفندهای سلاح و اینجور چیزات، که یه مقداری شما دقت بکنید میشه برادره رابرت کندو. که رابرت کندو کی بود؟ توی رزیدنت ایویل 2 اگه یادتون باشه اول بازی شما وارد یک مغازه اسلحه فروشی میشی، خب اون میمی رو اینا، اون اسم اون شخص رابرت کندوه، که خب یک ایسترگ خیلی خفنی و رزیدنت ایویل 8 اینجا بهش اشاره کرد. ایسترگ شماره 4 رو فکر کنم دیگه اکثر شما بدونید و اصلا حالا گفتنش خیلی لطفی نداره، ولی دوک یک دوست قدیمیه. اگه یادتون باشه توی رزیدنت ایویل 4 ما باز هم یک شخصی بود مثل دوک که اسمش مرکانت بود، اونم دقیقاً کارهای دوک رو انجام میداد. شما میتونید اونجا سلاح بفروشی، سلاح بخری، تو جای جای بازی هم پیداش میکردی. خب یک جمله خیلی معروفی داشت که میگفت Why you buy it؟ این همین جمله رو دوک وقتی شما بار اول باش برخورد میکنی دقیقاً همین جمله رو میگه، میگه Why you buy it؟ و بعدش میگه خودش هم میخنده و میگه این جمله رو یک دوست قدیمی میگفت و داره اشاره میکنه که دوست مرکانت بود. ایسترگ شماره 5، مش زدن احمقانه کریس. خب توی رزیدنت ایویل 5 آخر بازی یادتون باشه یه سنگی داره سقوط میکنه و کریس جلوی سنگی رو گرفته، سنگ خیلی گنده ای، و اونجا یه شما یک کار احمقانه ای، حالا شرکت کپکام نمیدونم چرا این کار کرد، اون موقع مغزش دیگه نمیکشید چطوری بازی تمام کنه، و شما باید میتونستی آخر بازی باید کریس به اون سنگ مشت میزد و سنگ رو پرت میکرد. آخه بگو نامسته، من تو
کی آخه تو؟ زئوسی. و خب توی رزیدنت ایویل 8 خودش به خودش طعنه میده. یعنی توی رزیدنت ایویل 8 موقع شما دارید با هایزنبرگ گنده، وقتی هایزنبرگ تبدیل به یک ربات خیلی گنده شده، وقتی رو فایت میکنی به حالت خیلی طعنه آمیز به ایتن میگه که من دیگه جنس من از سنگ و جنس من از فلزه و تو میخوای واقعا به من مش بزنی، و داره اشاره میکنه به همون کار احمقانه‌ای که شرکت کپکام توی رزیدنت ایویل 5 انجام داد. واقعا چرا؟ زشته برات کپکام. ایسترگ شماره 6 خیلی جالبه، خوب دقت بکنید. ارتباط مادر مورندا با شرکت امبرلا. مرحله آخر بازی اگه اتون باشه، شما خب با کریس دارید بازی میکنید و حمله میکنید به اون ویلیج و میخواید برید ایتن رو نجات بدید. اصلا کلن بازی خیلی اونجا اکشن میشه، شما فقط اونجا انهی میکشی، یه گان خیلی خفنی هم دارید. یه جا شما میرید میرسید به آزمایشگاه. توی اون بخش آزمایشگاه خب یه سری مدارک هست و اگه یه مقداری تو اون مدارک شما یه گشت خیلی کوچیکی بزنید، یک سری مدارکی پیدا میکنید که ارتباط مادر مورندا، یعنی تمام اون رئیس اون ویلیج، با یکی از رئیس‌های شرکت امبرلا. و توی اون نامه‌ها نوشته که کلن تمام ایده ویروسی که شرکت امبرلا ساخته توسط خود مادر مورندا طراحی شده و تمام نتیجه آزمایش‌هایی بود که داخل ویلیج رخ داد. خب این خیلی جالب بود و نمیدونم چرا شرکت کپکام خواسته کلن دیگه از این به بعد تمام قضیه رو بیاره توی این ویلیج، ولی خب حتما توی رزیدنت ایویل 4 ریمیک یا نسخه بعدی اشاره میکنه که ارتباط ایتم وینترز این وسط چیه. ایسترگ شماره 7 خیلی جالبه. شما وقتی داخل ویلیج توی رزیدنت ایویل 8 بچرخید، خب یک سری مردم اینی که مردن دیگه افتادن اینا، یکی از مردها رو که پیدا کردم که چند تا نه فکر کنم یه چند تایی من دیدم، وقتی پیداشو میکنی خیلی شبیه اون زنایی هن که توی رزیدنت ایویل 4 اره برقی گرفتن دستشون. نمیدونم، شاید میخواد بگه این ویلیج همون ویلیجه، نمیدونم، ولی خب در کل عینشو گذاشته داخل رزیدنت ایویل 8. خیلی اینجا داره اشاره میکنه، یعنی دقیقا داره میگه که تمام ایده و کانسپت این باز از رزیدنت ایویل افسانه، یعنی رزیدنت ایویل 4 بود. ایسترگ شماره 8 خیلی خفنه. ترسناکترین بخش رزیدنت ایویل 8 از هر کی پرسی یه جاره میگه، موقعی که شما داخل اون کلبه گیر میافتید که دنبال اون عروسک کوچیکه اید، قلعه مادام بنوینتوس فکر کنم اسم عروسک کوچولو است، خیلی فایت آسونی هم است، ولی یه بخش خیلی ترسناک داره. موقعی که شما تو زیر زمین همون کلبه میری، صدای گریه بچه میشنوید و خب میفته دنبالتون، خیلی ترسناکه. اصلا کشته نمیشه، فقط باید فرار بکنی. میدونم میشه گفت کپی ایسترگ، نمیدونم. بازی پیتی رو اگه بازی بکنید، یعنی بازی پیتی که مربوط به نسخه سایلنتیله که فعلا هم میگن کنسل شده و ساخته استاد هیدو کوجیماست، وقتی وارد حموم میشید، اون لوپی که گیر کردید وقتی وارد حموم میشید، یه بچه توی اون روشویه، خیلی شبیه هم صدای گریه هاش هم کلن شکل و شمایلش، و همه میگن که یک ایسترگیه که اومده ایده و الهام گرفته از اون بچه‌ای که اونجاست، و واقعا هم میشه گفت داره درست میگه، با اینکه من خودم خیلی رزیدنت ایویل دوست دارم، ولی اینجا دیگه از سایلنت هیل یه اسکی کوچیک رفته. ایسترگ شماره 9 خیلی جالبه. شما اول بازی خب کجا بازی رو شروع میکنید؟ ماشین افتاده توی یک برفی و شما به هوش میایید و بازی رو شروع میکنید. اگه اون ماشینی که افتاده رو یه نگاه بندازید به شماره پلاکش که دقت بکنید، پلاک اینه 7 خط تیره JRXX7Y خط تیره 4، اگه اشتباه نکنم پلاک که اونجا هست اینه. یه پلاکی هست که شما یک عدد 7 میبینید یه عدد 4 میبینید. میرید جلوتر یه ماشین دیگه پیدا میکنید که یه پلاکه که اولش نمیشه RE، یعنی میخواد بگه رزیدنت ایویل 7 و رزیدنت ایویل 4. اینجا میخواد بگه که رزیدنت ایویل 8 تمام ایده و الهامش از رزیدنت ایویل 7 و رزیدنت ایویل 4 هم هست، که واقعا هم همین کلا ادامه رزیدنت ایویل 7، یعنی کاراکتر همون کاراکتران و رزیدنت ایویل 4 هم که کلا اصلا تمام ایده بازی از اونه، یعنی بخش ویلیجش، بخش آیتم شاپاش، بخش انمیاش و خیلی از چیزهای دیگه. و میرسیم به ایسترگ آخر و مهمترین ایسترگ بازی. به نظر شما آیا ایتم وینترز زنده است یا نه؟ آخر بازی اگه یادتون باشه، ایتم وینترز به کریس، یعنی موقع که دیگه کریس اومده که ایتم وینترز رو نجات بده، ایتن میگه که تو دختر منو ببر، و یه بمب دستی دست ایتم وینترز میگه بهم بده و
و تو فرار بکن، دختر من نجات بده، من اینجا میمونم و این بمب منفجر میکنم که شما بتونید فرار بکنید، که خیلی صحنه دراماتیکیه. چند تا نکته این وسط هست. اول اینکه ما هیچ موقع چهره ایتن وینترز رو ندید. نمیدونم دلیلی که شرکت کپکام چهره ایتن رو نشون نداده، یعنی چه در نسخه 7 چه در نسخه 8. فکر کنم به خاطر اینکه داره میگه ایتن وینترز ماهاییم، یعنی چون این بازی به صورت اول شخصه و ماها داریم اون شخصیت تو هدایت میکنیم و میخواد بگه ایتن وینترز هر کدوم از شما کاراکترهایی هستید و یوزرهایی هستید که دارید بازی رزیدنت اویل 8 یا 7 رو بازی میکنید. اگه این ایده و کانسپت چیزی که من میگم باشه، خیلی چیز جالبیه. به خاطر همین میخواسته هیچ موقع چهره ایتن وینترز نشون داده نشه. هیچ موقع ما مرگ ایتن رو ما ندید، یعنی ما فقط شنیدیم که یک انفجاری رخ داد و خب کریس با میا فرار کردن و رفتن. اما آخر بازی موقعی که روز بزرگ شده و میخواد بره سر خاک پدرش یعنی ایتن، اونجا هم اون بادیگاردی تیکه‌ای هم میندازه به روز که خیلی جای بس داره، که بهش میگه، به تسلیت میگم اولین. وقتی ماشین داره میره، خب یک شخصی داره قدم میزنه میاد. وقتی ماشین داره میره، یعنی میره داخل، به قول من میگن لانگ شات، ماشین داره میره تو افق من میشه، اگه دقت بکنی شخصی داره پیاده میاد، یعنی با پای پیاده داره میاد. و خب خیلی از گیمرهای خفن و خوره اومدن اون تیکه رو حالا زوم کردن و دیدن اون شخصی که داره قدم میزنه میاد ایتن وینترزه و چهرش هم مشخصه، چقدر خوشتیپ ایتن وینترز. کاری نداریم، ولی ایتن وینترز اونجا حضور داره. حالا آیا واقعا روحشه یا واقعا شخصیت خودشه ما اطلاع نداریم، چون اگه شخصیت خودش بود حتما اونجا باید اون ماشین یک عکس العمل نشون میداد، ولی خیلی عادی از کنارش گذشت. ولی در صورت ایتن وینترز آخر بازی شرکت کپکام نشون داده، نمیدونیم که آیا در نسخه بعدی حضور داره یا نه. و من خیلی امیدوارم توی نسخه رزیدنت اویل 4 ریمیک یک اشاره ای به این قضیه بکنه، البته قرار ساخته بشه. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو ایسترک های رزیدنت اویل 8 خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید دوباره ویدیو ایسترک براتون بسازم، کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید، اون زنگولی بغلش هم بزنید و در اینستاگرام پیج رسان داتور فالو کنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعد، بازی بعد، بوس به دماغ تک تکتون. خدا نگهدار.